توافقنامه میان امریکا و طالبان به هدف تأمین صلح در افغانستان امضا شد. سلام، به کانال آیسی خوش آمدید. توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد. مایک پامپو، وزیر خارجه امریکا، در جریان مراسم امضای توافقنامه همچنان حضور داشت. خبرگزاری ریوترز به نقل از مقامهای طالبان گفته است که هیئت 31 نفری این گروه برای اشتراک به این مراسم به دوحه رسیدند. اما آنها نگفتند که این هیئت از کجا وارد دوحه شده است. شمار زیادی از رهبران طالبان در کویته و پشاور حضور دارند. بر اساس اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا که یک نسخه آن به رادیوی آزادی رسیده است، توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان شامل 4 بخش می شود. این 4 بخش شامل این موارد می شوند: 1. تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان توسط افراد و گروه های حراس افغان بین المللی در برابر امنیت ایالات متحده امریکا و متحدانش. 2. تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی و ائتلاف بین المللی از افغانستان. 3. توافق سیاسی که در نتیجه مذاکرات مستقیم میان هیئت مذاکره کننده همشمول جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به دست می آید. 4. آتش بس جامع و دائمی. ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، می گوید: از تمام جهت‌های افغان می‌خواهم که برای ساختن یک نظام اسلامی قوی با مذاکرات بیایند. مایک پامپو، وزیر خارجه امریکا، حین سخنرانی در دوحه می‌گوید: آینده افغانستان به مردم این کشور برمی‌گردد. افغان‌ها مستحق زندگی صلح‌آمیزند. همچنان مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، می‌گوید: کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان مشروط و وابسته به شرایط است. امریکا رابطه دوامدار خود با افغانستان را حفظ خواهد کرد. هرچند محتوای این توافقنامه با جزئیات همگانی نشد، اما صدیق الله توحیدی، فعال رسانه‌ای که تجربه 1 در گفتگوی غیر رسمی با طالبان را دارد، درباره محتوای این توافقنامه می‌گوید: ارائه تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قطع ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی بین المللی، استفاده نشدن از خاک افغانستان به ضد منافع امریکا و ناتو، و چهارم هم آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی. با سپاس از توجه شما عزیزان. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب نمایید.